سلام و وقتتان بخیر. به برنامه ای هفته بو علی سینا صدا امریکا خوش آمدین. ما قدیر مشرف یک جا با همکارم. یک جان خوش آمدین. دیر زیاد مننه. در برنامه هفته بو علی سینا در خدمت شما قرار داریم. بله، اوز خایسته سعادت لامیم. زما سلامونه هم ومنه په دې خبرونه کې به د متخصصینو او کارپوهانو ځانګړي مرکې وورو او د دې ترڅنګ به دا وورو چې د تب په نړۍ کې وروستي پرمختګونه څه دي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. بله بینندگان عزیز، دهم ماه اکتبر هر سال مصادف است با روز جهانی بینایی. چشمان انسان ها در این مقطع زمانی با چه تهدیدهای مواجه است؟ موضوع صحبت است که ما در این برنامه با یک تن از متخصصین انجام میتیم. جناب محترم دکتر صاحب هم یکنون از طریق اسکایپ با ما هستند. بله، او د دې ترڅنګ چې ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړل، دا چې رواني ناروغۍ زموږ ټولنې او نړۍ ته څومره تهدید مخامخ کولی شي، په دې اړه هم زموږ همکار حکمت سروش سره خبرې کوو چې ټول معلومات خاص تاسو دپاره راټول کړي دي. اما قبل از همه خبرها. بدن یک زن 25 ساله مبتلا به نوع 1 دیابت در کمتر از 3 ماه پس از دریافت پیوند سلول‌های بنیادی شروع به تولید انسولین کرده است. این زن اولین مبتلا به دیابت نوع 1 است که با استفاده از سلول‌های بدن خودش درمان می‌شود. نتایج پژوهش‌های درمان این زن که در تیانجین چین زندگی می‌کند، اخیراً در مجله علمی سلول منتشر شد. بر اساس این گزارش، با گذشت 1 سال از عمل پیوند سلول‌های بنیادی و ماه‌ها پس از قطع تزریق انسولین، این زن می تواند شکر بخورد. در دیابت نوع 1 سیستم معافیت بدن افراد از دوران کودکی شروع به حمله به پانکراس می کند و به سلول های مسئول ساخت انسولین آسیب می رساند. تا کنون درمان این بیماری و رهایی مبتلایان از تزریق انسولین با پیوند پانکراس انجام می شد که یک امر بسیار نادر تلقی می گردید. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د امپاکس یا د بیزو تناکې په نوم پیژندل شوی ویروس زیاتوالی موندلی او ګاونډیو هیوادونو ته یې خپرېدو اندېښنې پیدا کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د 2023 کال د اګست په 14مه د امپاکس د ویروسي ناروغۍ له کبله بیړنی حالت اعلان کړ. امپاکس یوه ویروسي ناروغۍ ده چې د اورتوپوکس ویروس له امله رامنځته کېږي. هغه څوک چې په دې ویروس اخته وي، بل انسان ته د تماس له لارې په ډیری آسانۍ سره دا مرض خپروي. د بیزو تڼاکې یا امپاکس په ویروس د اخته ناروغانو په وجود تڼاکو ته ورته دانې پیدا کېږي، تبه لري او د سر عضلاتو او ملا درد لري او مریض ډیر ناروغ او ستومانی احساسوي. و بزرگ شدن سلیم غده پروستات که به آن بیناین پروستاتیک هایپرپلازی نیز میگویند، نیمی از مردهای بین سنین 51 تا 60 سال را مصاب میسازد و بیش از 90% مردهای بالاتر از سن 80 سال به این بیماری مبتلا میشوند. جسامت غده پروستات به اندازه یک چهار مغز است، اما اگر این غده بزرگ شود، جسامت آن تا توپ تنس رسیده و باعث بندش مجرای ادرار می شود. بزرگ شدن پروستات باعث اعمال فشار بر اهلیل شده، جریان تخلیه ادرار را محدود می سازد. در صورت عدم درمان، بزرگ شدن سلیم غده پروستات می تواند منجر به ادرار دردناک، بی اختیاری ادرار، کاهش میل جنسی و حتی اختلال نعوذ شود. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که امروز می‌توان با شیوه امبولایزیشن شریان غده پروستات بدون جراحی و خطرات مرتبط به آن با تزریق مواد لازمه توسط یک جراح متخصص حجم غده پروستات را کاهش داد و نه تنها جریان ادرار را منظم ساخت، بلکه مشکلات عدم نعوذ و بی اختیاری ادرار را نیز دور زد. مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید. قدرمنو لیدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د ورځې په توګه دا ورځ نمانځي او همدې مسلې ته یې ځانګړې کړې ده. دا چې رواني روغتیا څه ته وایي او رواني ناروغۍ څومره نړۍ ته تهدید پېښوي، په دې اړه زموږ همکار حکمت سروش همدغه اوس موږ سره د سکایپ له لارې یو ځای شوی دی او په دې تړاو یې معلومات راټول کړي دي چې ورته ښه راغلاست وایو. سروش صاحب،
په خیر اغلی او ستړي مشي که په پیل کې راته وایاست چې د رواني ناروغۍ سره د مبارزې لپاره څه کول پکار دي؟ ډېره مننه. رواني روغتیا نن سبا په نړۍ کې یو مهم بحث دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې په سلګونه میلیونه کسان له رواني ناروغیو کړیږي. دغه سازمان وایي په رواني ناروغیو هر څوک اخته کیدای سي، خو هغه کسان چې له سختو شرایطو سره مخ دي لکه فقر، تاوتریخوالی، نابرابري او معلولیت تر نورو زیات د رواني ناروغیو له خطر سره مخ دي. ډاکټران وایي چې د روغتیايي امکاناتو برابرول په ټولنیز چلند کې بدلون او د رواني ناروغانو ته پر وخت رسیدګي په دې برخه کې یو څه مرسته کولای سي. دوی همدا رنګ وایي هغه کسان چې له رواني ناروغۍ کړیږي باید د مرستې غوښتنه وکړي او تر څنګ د شرم احساس ونه کړي. دا چې په افغانستان کې د رواني ناروغۍ موضوع څومره جدي ده او د دې کال د روغتیا نړیوال سازمان دغه د ورځې موضوع څه ټاکلې ده، په دې اړه ما یو راپور تیار کړی دی چې په ګډه یې ګورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د نړۍ په هرو اتو کسانو کې یو یې له رواني اختلال سره ژوند کوي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په 2019 کال کې په نړیواله کچه 9.5 میلیونه کسانو رواني اختلال درلود چې ډیره برخه یې ویره او ژور خفګان و. ډاکټران وایي چې رواني اختلال یا ناروغي د کورنۍ، دوستانو او ټولنې سره د اړیکو په ګډون د ژوند پر ټول اړخونو بدې اغیزې کوي. لکه کورونا هم لرله، همداسې سینه بغل لرو، نور مشکلات لرو، شکر لرو، دا هم د همداسې امراضو په شانتې یو مرض دی چې انسان مریضېدلی شي. نو دې خاطره دا مریضان باید تداوي شي. د تداوي دپاره هم په پرمختللي هیوادونو کې ډېر زیات کار کېږي، چې څنګه وکولای شو چې رواني روغتیا د خلکو ښه واوسي. دې سافټویرونه جوړ شوي دي، رواني مشورې کېږي، ځینې اکسرسایزز تمرینونه کېږي چې هغې باندې موږ کولای شو چې رواني سټرس روغتیا ښه ولرو. ډاکټران وایي افغانستان چې جګړو، ناامنیو او فقر ځپلی، زیات شمیر خلک یې د ژور خپګان، ټراما او روحي فشار سره مخ دي. د 2013 کال یوه سروې ښیي چې نږدې 50% خلکو په افغانستان کې د ټراما پیښې تجربه کړې یا لیدلې دي. ډاکټران وایي په دې اړه د عامه پوهاوي او روغتیايي امکاناتو کموالی او د رواني ناروغیو په اړه ټولنیز چلند د مخنیوي چارې سختې کړې. دا باید شرم ونه اوسیږي زموږ په جامعه کې. نو په دې کې باید موږ آگاهي لوړه کړو او د هغې نه وروسته دا خدمات باید موجود وي. انسان نشي کولی چې په خپله د دې حالت څخه راووزي. نو دلته موږ او تاسو ته پکار ده چې زمونږ په روغتیا په سکتور کې، په وړو کلینیکونو کې، په غټو کلینیکونو کې، او باید موږ هغه خدمات ولرو چې رواني مشوره ورکړل شي. د خلکو سره خلک کښېني، د دې خبرې باید موږ واورو، د دې مشکلاتو باندې خبرې وکړو. دوی باید پوه کړو په خپله چې دغه حالت دومره د تشویش وړ نه دی، د ویرې وړ نه دی، د خفګان وړ نه دی. نو دا باید د سره قصې وکړو، د دې سره موږ باید مشوره وشي. د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا په اړه د پوهاوي او په دې برخه کې د هڅو د همغږۍ لپاره لمانځي. د دې کال موضوع په کاري چاپیریال کې رواني روغتیا ته پاملرنه ده. ډاکټران وایي چې خوندي او سالم کاري چاپیریال د رواني روغتیا سره مخامخ اړیکه لري. ادارې باید لومړی هغه عوامل پیدا کړي چې د کارکونکو د رواني روغتیا د خرابېدو سبب کیږي، او بیا یو شمیر وقایوي تدابیر ورته ونیسي. خپل کارکونکي باید وروزي ترڅو یو د بل د رواني روغتیا خیال وساتي. کارمندانو ته باید فرصت ورکړی شي چې یو بل ته خپل د زړه حال ووایي، یو بل واوري. هغه کسان چې په مدیریتي بستونو کې کار کوي دوی ته باید دا روزنه ورکړی شي چې څنګه د خپلو کارمندانو د رواني حالت ارزونه وکړي، او بیا د دوی سره مرسته وکړي. او که چیرته په دې پوه شو چې کارمندان رواني ستونزې لري، بیا یې طبي پاملرنو ته معرفي کړي. د ډاکټرانو په خبره فزیکي فعالیت، صحی خوراک، مناسب خوب، مثبتې ټولنیزې اړیکې،
نوی ورتیاو زده کول، د ارتیا پر محال مرست غشتل او لاروا پوهانو سر مشوره کول کولای سی چه در روانی ناروغیو پا مخنیوی که مرست وکری. حکمت سروش، امریکا جاغ. خب شایسته جان، گزارش که دیدیم همکار ما وکیل احمد احساس با یک تن از روانشناسان صحبتهای را انجام داده و در این مورد از او پرسان کرده که برای جلوگیری از بیماری های روانی مخصوصا در این مقطع زمانی که ما شما قرار داریم چی کارهای باید انجام شود. ببین که اینجا با همی مصاحبه را ببینیم. بیننده عزیز درود، ما در برنامه های گذشته در بحث های مختلف پیرامون بیماری های روانی افراد در سنین مختلف صحبت کردیم. ما در این برنامه می خواهیم مشخصا روی بیماری های روانی اطفال و نوجوانان صحبت کنم. در این برنامه با ما خانم بهرامی که در رشته بیولوژی و سایکولوژی تحصیل کردن و در این حال نوروساینس هم خواندن و اکنون مصروف دفعه دکترای خود هستند در بحث سایکولوژی و روان درمانی با افراد کار میکنن. خانم برمی، تشکر از شما. ما نخستین سوال ما این است که چرا افراد به خصوص کودکان به بیماری های روانی مبتلا میشن؟ خب دلایل بسیار زیاده داره. یکی از این دلایل جنت کوده میتونه، به خاطر که اگر فامیلایی که پدر و مادرشان یا پدر کلان مادر کلان نسلا در نسلایشان همی میباشه که اینا تکلیف های روانی میداشته باشن، امکانات زیادش است که اولادشان در آینده بیماری سلامت روان داشته باشن. آیا برخوردهای فامیلی هم میتونه سبب بشه که اطفال به مریضی بیماری روانی روبرو شوند؟ بله، محیط بسیار مهم است. در کدام محیط اولاد کلان میشه؟ اگر یک محیط میباشه بسیار نقش مهم بازی میکنه محیط. اگر یک محیط میباشه که اطفال با او جنگ میبینه، لطکوب میبینه و بسیار زدن و کندن، ما شما که میگیم به حساب افغانا بسیار چیزها رو میبینه، معلوم دار که طفل به آینده بسیار بر سلامت روانش نقص میکنه و بسیار تکلیف های زیاد پیدا میکنه. و بعض وقت اطفال که تراما را میبینن، مثلا تراما میتونه که یک حادثه خطرناک باشه که مرگ یک خانواده نزدیک خود میبینه و یا یک حادثه دلخراش را میبینه که بسیار زیاد متواتر میباشه، این بسیار یک صدمه خراب میباشه برای یک طفل و در آینده بسیار بر سلامت روانش نقص میگه. خب چگونه میتونیم ما از همی بیماری های روانی که اطفال به مبتلا میشن در واقع جلوگیری کنیم؟ یعنی چه کار باید بکنیم که اطفال ما با همی چیزایی که شما یاد کردین مبتلا نشن؟ خب اطفال که ما فکر کنم اطفال که اول خرد هستند، مثلا از اول که تولد میشن تا سن 30 سالگی بسیار یک دوره مهم زندگی انسان است و در این وقت پدرها، مادرها، والدین کوشش کنند که اطفال خود بسیار بهش توجه بدن و اون وقت است که مغز انسان یا طفل به بسیار یک حالت زودی رشد میکنند. و ما یک تیوری داریم که میگیم سیکیور attachment theory و این قسم است که باید بین طفل و مادر و هر کسی که طفل ازش مراقبت میکنه بین از اینا بسیار یک محبت زیاد باشه و باید برای طفل که خرد است که یک تقسیم اوقات منظم باشه که طفل احساس امنیت کنه، احساس ازی کنه که من یک نفر دارم که از من حمایت کنه. چرا اطفال ما فکر میکنن بعضی که اطفال استرس ندارن، اما اطفال حتی به مو دوری که نوزاد تا 30 سالگی امکانش است که استرس داشته باشن و اینمی محبت اینا رو کمک میکنه و در آینده وقتی که اطفال کلان میشه جرأت زیاد نداشته باشن. به او خاطر والدین بسیار بر نوزاد تا سن 30 سالگی بسیار کمک کنن. این اگر جواناست، نوجواناستن دیگه اطفال، بر از اینا وقتی که اینا در حالت رشد و نموستن ما بر از اینا باید یاد بدیم که چه قسم استرس مدیریت کنن، خاطر که استرس وقتی بسیار زیاد میشه باز باعث از این میشه که تکلیف های روحی و روانی پیدا میشه. و تکنیک های است که مثلا دیپ بریدینگ، تنفس عمیق میباشه. به نظر ما شاید بسیار یک چیز عادی بیایه، اما تنفس عمیق برای چند دقیقه که خود آدم آرامش میته، اکسیژن به مغز میرسه، این اما باعث از این میشه که انسان آرامش پیدا کنه.
و همچنان باید فعالیت هایی که بر روح روانشان مثلا موسیقی شنیدن بر اطفال بسیار خوب است و رسامی کردن. چگونه بفهم ما یک طفل یا یک نوجوان مبتلا به بیماری روانی شده، یعنی از علائمش چی است؟ خانواده چه قسم باید بفهمن؟ اگر اطفالشان احساس تنهایی میکنن، میخواین در جای تنها بشینن و نمیخواین همراه دوستا باشن، در جاهایی که محفلای اجتماعی میباشن نمیخواین اشتراک کنن، خوش ندارن، و یا به غذایشان کدام چینجی میآید که غذایشان یا کم بسیار میخورن و یا بسیار زیاد میخورن، هر دویش پرابلم می باشد، مانایش ایست که استرسشان بسیار زیاد است. باید طفلشان به اجتماع بسیار راحت باشد، دوستا داشته باشد، کمراش صحبت کنه. خانم برامی، یک سوال دیگه می ایست، مبتلا شدن اطفال به سوشال میدیا یا معتاد شدنشان به سوشال میدیا، مثلا به موبایل و تبلت به چیزا، می تواند طفل به تکلیفهای روانی روبرو بسازد؟ این بسیار یک موضوع مهم است که باید اطفال بسیار بودن اطفال به تلفن برای مدت زیاد بسیار برشان نقص میکنه. تنها تلفن نه، به هر الکترونیک که باشه که اینا به بسیار مدت زیاد بشینه، به خاطر که پیشترم مبلغان گفتم که اطفال ضرورت دارن که در حرکت باشن. وقتی که یک طفل بر 6 ساعت میشینه متوجه یا 5 ساعت یا 4 ساعت متوجه سلفون میباشه، این برشان بسیار نقص داره. ما به مغز انسان یک مواد خاکستری داره که اگر انسان ها، اگر اطفال ما باریم که بشینن حرکت نداشته باشن و با سلفون بشینن، همین مواد خاکستری بسیار کم میشه و امکانات هست که باعث دیپرشن، تکلیف های روانی یا بسیار زیاد را. و مخصوصا اگر اطفال از طرف شو پیش از این که به خواب میرن، اگر اینا سلفون استفاده می کنند، سلفون یک شعای آبی داره که شعای آبی ازی به مغز انسان بسیار نقص میکنه و ما یک هورمون داریم برای هورمون ملاتونین میگن که بر مغز اطفال بسیار مهم است که خواب آرام ببره، و این شعای آبی به این ملاتونین ضربه میرسانه و بسیار کم میکنه و اطفال خوابشان خراب میکنه. این تنها بر اطفال نیست، بر تمام بزرگ سالان بر کلانا پیش از خواب اجازه ندارن تلفن استفاده کنن اگر میخواین خواب خوب داشته باشن. این بسیار مهم است بخاطر که امو هورمون ملاتونین بسیار کم میشه. خواب کم باعث از این میشه که دیپرشن، استراب و بسیاری از تکلیف های روانی دیگه برشان پیدا کنه یا باوجود بیه. خب با توجه به ضررهایی که شما از استفاده از وسایل الکترونیکی به خصوص تلفن یاد کردین، خب چه کار باید بکنیم که طفلا حداقل یا نوجوانات از استفاده این وسایل دور باشن یا کمتر باشه حداقل؟ بله، اطفال که صحبت کردن نمیتونن و خورد هستن و بر از اونا تلفن داده میشه، بر از اون اطفال خورد باید یک تقسیم اوقات منظم باشه. مثلا فکر کنین اگر یک والدین اومن شکایت میکنن، میگه ما مصروف هستیم و مجبور هستیم بر طفل خود تلفن بده که ما کار پس نبریم، والدین میتونه که بسنجه که ما یک کار ما اگر بر 2 ساعت است، به 2 ساعت پیش از پیش طفل ما چی باید بکنه. و برای اطفال که همراهشون گپ زده میشه، اطفال بسیار هوشیار هستند، اگر همراهشون گپ زده شود چیزایی را که ما مادرها و پدرها همه میبینیم که خطر داره و یک چیز مناسب نیست، باید برای نوجوانا این تشریح شود، بسیار واضح باید گپ زده شود. معلوم دار که یک حالت شده که ما شما از اولادا را جلوگیری کرده نمیتونیم از تلفن ها کل انسان ها را، اما میتونیم که اینا را درس یاد بدهیم، برشان بفهمانیم که چی خوب است چی خراب است. باید فامیل والدین خودشان باید یک رول مدل باشن برای اولاد خود. فکر کنین اگر
ما خود ما به سلفون باشیم و اولاد خوب بویم شما نباشید، این خودی که امکان نداره. بخاطر ما خود ما بر از ما غلط یاد میدیم. ما به محض خود یک قسمت از به نام ریوارد سنتر میگیم و این ریوارد سنتر مثل از ایست که وقتی که شما یک عادت شروع میکنیم و او تکرار میشه تکرار میشه، این ریوارد سنتر آن میشه و او مجبور میسازه شما را که بازم او کار بکنه. این حال بر اولادا این مثل یک ادکشن وار شده. اگر ما توجه نکنیم به اطفال خود، داینده شما باعث از این میشه که بیشنین اطفال تا نگاه کنید، تکلیف هایشون را غمشون را بخورید. داخل همه قدر این بسیار یک مسئله جدیست که باید اطفال را باید ما کمک کنیم و امرایشان صحبت که وقت خودم باشیم. تشکر خانم برمی. یک دونه سپاس. تشکر از یوه موضوع تو زاویه د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلابیلو زاویو څخه د دې خبرونې کتل هر شنبه د ماښام په شپږ نیمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هیروئ. شما بیننده برنامه بوالیسینو هستن. بینندگان عزیز، الزایمر چی است و چی اعراض و علائم داره؟ موضوع صحبت همکارم نجیب الله احمدیار با یک تن از متخصصین اعصاب است که در واشنگتن انجام داده است. توجه کنین به این مصاحبه. با درود و با آرزوی سلامتی شما عزیزان، الزایمر یک از بیماری های شایع روانی در میان کهنسالان است که همساله کم و بیش 5 میلیون نفر در سرتاسر جهان در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار می گیرند. دکتر شیدر رضایی را در استودیوی مرکزی تلویزیون آشنا صدای آمریکا با خود داریم تا با پرسش ها در مورد بیماری پاسخ ارائه کنند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. نخست، الزایمر چگونه یک بیماری است؟ الزایمر یک بیماری پیشرونده مغزه که در اون یک تغییرات قابل برگشت تو سلولای مغز ایجاد میشه که به تدریج آدمی که الزایمر داره حافظش رو از دست میده و سایر توانایی های عقلی که مثلا باهاش حساب کتاب میکنن، محاسبات میکنن یا قضاوت میکنن، استنتاج میکنن، اینا رو از دست میدن. معمولا افرادی که الزایمر دارن میگیرن اول کار یه مقدار حالت پرخاشگری و تهاجم هم پیدا میکنن، ولی همیشه نه. چی سبب از این تغییرات میشه؟ واقعیتش اینه که دانشمندا هنوز به درستی نمیدونن علت بیماری الزایمر چیه. یه سری چیزهایی رو حدس میزنن. اغلب موارد کسایی که الزایمر میگیرن سنشون بالاست. پس سن یک عاملیه که وقتی بالا میره میتونه موجب الزایمر بشه. تقریبا بالای 65 سال از هر 9 نفر یکی الزایمر داره و بالای 85 سال از هر 2 نفر یکی الزایمر داره. پس هر چه سن بره بالا خطرش بیشتر میشه و تو زنها معمولا تو سن بالا خطر الزایمر بیشتره، یعنی به ازای هر 3 زن 2 مرد الزایمر میگیره. تشکر. بشنویم که بیننده ما چه پرسشی دارن. سلام به مهمان و بینندگان برنامه بوالیسینا. نام من قاسم است. کیها بیشتر به بیماری الزایمر مبتلا میشوند؟ اون مواردی که از کسانی که زندگی ناسالمی داشتن، منظورم از زندگی ناسالم اینه که غذاهای چرب شیرین زیاد خوردن، وزن اضافی داشتن یا کم حرکت بودن، ورزش نمی‌کردن، اینها خطر بیماری الزایمر درشون هست. کسانی که دیابت دارن، بیماری‌های عروقی، قلب و عروق دارن، خطر الزایمر درشون بیشتره. چی تغییرات میاد در دماغ یک فرد مبتلا به الزایمر که شما گفتین مشکلات شناختی پیدا میکنه و اختلال حافظه پیدا میکنه؟ ببین، واقعیتش اینه که توی مغز یک سری پروتئینی ترشح میشه که طبیعی نیست، نرمال نیست و اون آمیلوید اسمش. اون آمیلوید وقتی توی مغز ترشح میشه رسوب میکنه، ته میشینه، پلاک یه تشکیل پلاک میده و اون پلاک ها باعث میشن به هم گره میخورن و باعث میشن جای سلولای مغزی رو میگیرن و سلول مغز یا نورون بهش میگن میمیره و وقتی سلول مغز میمیره مغز آدم های مبتلا به الزایمر کوچک میشه. باز هم نوبت برای بیننده ما میتین. نام من شیرین محمد است. به دکتر صاحب برنامه سلام تقدیم میکنم. عرض و علائم بیماری الزایمر کدام ها هند؟
برجسته ترین علامت بیماری آلزایمر فراموشیه. خیلی وقتا آهسته شروع میشه بیماری، فقط مثلا اسما رو فراموش میکنن، آدرس ها رو فراموش میکنن، اول دست کلیدشون یادشون میره کجا گذاشتن، این چیزایی به این سادگی، و به تدریج پیشرفت میکنه، حتی نمیدونن نهار چی خوردن زور. ولی تهاجم و پرخاشگری، یعنی دچار سوء ظن میشن مریضای مبتلا به آلزایمر اول کار، ممکنه به دیگران شک کنن و حمله کنن بهشون، این ممکنه علامتش باشه، و خیلی وقتا واکنششون نامناسبه و فرض خبر مرگ یکی رو میشنون ولی شروع کنن لبخند زدن. این ممکنه با اگه فرد بالای سن 65 تا 80 سال ایناست، ممکنه شروع آلزایمر باشه، باید دقت کنن و میرن از خونه بیرون گم میشن تو خیابون، این علامت بیماری آلزایمر اگه شروع شده. و اگه به هر حال مریضی پیشرفت میکنه، در مراحل پیشرفته حتی نمیتونن حرکت کنن، نمیتونن از تخت خواب بلند شن، باید کمک بشون که، و اختلال پیدا میکنن، نمیتونن قورت بدن، یادشون میره اصلا قورت بدن و نفس کشیدنشون هم دوچار مشکل میشه. دکتر صاحب، تشخیص از این چگونه است و چرا برای تشخیص فوری آلزایمر بسیار تاکید میشه؟ اگه تشخیص قطعی بخوایم، فقط بعد از مرگ ممکنه. از توی مغز فرد میتونن نمونه بذارن زیر میکروسکوپ، اون آمیلویدا، اون پروتئینا رو ببینن. ولی قطعی اون موقع است. اما دکتر وقتی که شروع میشه علائمش، میتونه شک کنه به اینها علائم و میان از مریض رو معاینه میکنن. این معاینه روانی هم داره، یه بخش معاینه روانی داره که یک پرسشنامه است، یه سری سوال میکنن و ارزیابی میکنن، میسنجن که چقدر فرد هنوز حافظش کار میکنه. اینا بخشی از این تشخیصهای آلزایمره، ولی در اینها سی تی اسکن کمک میکنه و ام آر آی که ببینن اندازه مغز چقدر. باید هرچی زودتر این معاینات انجام، هرچی زودتر تشخیص داده بشه بهتره، چون که میتونیم که یه سری دارو هست که میتونه کمک کنه به پرسش بینده مام در مورد تداوی عزیزه که میپرسن سوال گرفته، بعد از اون میپردازیم به قسمت تداویش. سلام خود را به بینندگان و دکتر صاحب برنامه با علی سینا تقدیم میکنم. آیا بیماری آلزایمر قابل پیشگیری و تداوی است؟ واقعیتش اینه که درمان قطعی نداره آلزایمر، ولی در حال پژوهش و تحقیقات وسیعی هستن مرکز بیماری های اعصاب و روان در امریکا و مرکز بیماری های آلزایمر در امریکا، تحقیقات بسیار وسیعی دارن میکنن روش. اخیراً داروی سولانزماب رو به عنوان یک در واقع جلوی پیشرفت بیماری رو بگیره اگه در مراحل اولیه شروع بشه معرفی کردن. اما داروهای دیگه هم هستن مثل گالانتامین که اینها هم کمک میکنن به اینکه هوش و حافظه رو یه مقدار تقویت کنن. مهم اینه که وقتی فردی مبتلا به بیماری آلزایمره، خانواده بشینن تا وقتی که طرف هنوز میتونه فکر کنه باهاش تصمیم بگیرن که اون به فرض تصمیم داره با کدوم بچهش زندگی کنه، تصمیم داره که مثلا وقتی که مراحل آخر زندگیشه تو بیمارستان باشه یا تو خونه باشه. تا این تصمیمای مهم زندگی رو در موردش زود بگیرن، چون ممکنه یه موقع انقدر سریع فرد بیفته تو وضعیتی که دیگه قابل برگشت نباشه که دیره که برای تصمیم میگیری. آخرین سوال دکتر صاحب، چقدر عمر میخوره یک فرد پس از ابتلا به بیماری؟ جواب 100% نداره این حرف، ولی اگر حدود 65 سالگی به بعد فردی بیماری آلزایمر گرفته باشه حدود 10 سال، ولی اگه بالای مثلا 80 سالگی گرفته باشه 3 تا 4 سال، با این وجود میتونه تغییر کنه. تشکر دکتر صاحب، شکریتون به برنامه. روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید. اوس هم د مخدره موادو سره د مبارزې په تړاو څو مهم رپورټونه. په نشه یي توکو د یو ځوان په تړاو مهم رپورټ لرو چې وایي کوژدنه یې تر اوسه پورې په دې نه ده خبره چې هغه معتاد دی، خو هغه وایي خوشحاله دی چې په یو شخصي کمپ کې درملنه ترسره کیږي. په دې تړاو مونږه د لیمې هوتک
رپورت ګورو. پینځه کلن مجتبا چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی وای پینځه کاله وړاندې ملګرو سره پر نشو روږدی شو چې هغوی چرس وهل او د ده سرحد تر پوډرو او شیشې ورسید. مجتبا وای اوس یې کوزده کړې خو د کوژدنې کورنۍ خبره نه ده چې دی پر موادو روږدی دی. ما نامزاد شدیم، آرسی نکردیم، از استفاده از تریاک ما شیشه میکردم و خانواده ایم زیاد بزا بود از اینکه من دیمه را آغشته بودم. بالاخره آمدیم به شفخانه برای تداوی که حال بسیار خوب هستیم و صحت و صحتمند هستیم. مجتبا چی خوانزه نده لوسته وی پکتیا که اسمه که در لوده چی در کرکلی لاری در مواد و پیسی ترلاسه کوله. هغه در روگدی که دو لامل خپل ملگری بوله. درست نه درست خواندیم دو سنف پنج دیگه در عمل خودم آغشته شدم. دوستای من عملی بود و اونا بسیار کم عمل میکردن. چرس میزدن میشدن میزدن دیگه عمل خودم آغشته شدم در عمل تریاک و سیشه بودی شدن. کار میکردیم خودم کار میکردیم و من کار سبزیجات میکردم کرده پرتی مرتی میکردیم. مجتبا در عمل پینزه کلن دوره حقا خاطره وای چه در تریاک و لوجی لکورنه اورونو چلاسو خو بیا هم حقوی در درملن لپاره روختون تراورد. خاطری من میبود که یک روز پیسه پشم نبود باز در خانه جنجال کردم زیاد از برادرهای خود خود جدا شدیم از یک دیگه جدا کردیم میخی اونا گفت در کار خود کنم اونا گفتم در کار خود میکنم اما خاطری بعد بود بسیار بعد که از اونا جدا شدم و حالا هم اونا بر تداوی من آورد پس اینجا من تداوی کنم به هم بر جوانایی است که از عمل دور باشد و زیاد بخی که کار خوب نیسته. نشه توکو سره د مبارزه حکومتي مسولین وای په تیر یو کال کې تقریبا تر 500 سره متادین د هیواد په کچه تداوی کړي او د درملنې د غلړۍ په خصوصي او حکومتي مرکزونو کې ترسره کیږي. لیما هوتک، امریکا غا، کابل. در ادامه گزارش ها درباره آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر، این بار دکتران بخش ارتوپیدی در ولایت بلخ میگن که استعمال مواد مخدر باعث پوکی استخوان میشه و روند تداوی و روند ترمیم مجدد استخوان ها را هم با تاخیر مواجه میسازه. توجه کنین به گزارش همکارم جواد درویش که از ولایت بلخ فرستاده است. به باور متخصصان استخوان، استعمال مواد مخدر اثرهای مخرب بر استخوان‌های فرد معتاد می‌گذارد. متوقف شدن حجرات استخوان‌ساز و ایجاد مشکلات در ترمیم شکستگی از تأثیرات عمده استعمال مواد مخدر بر استخوان خوانده می‌شوند. یکی اثرات مستقیم است که مستقیم حجرات استخوان‌ساز منجر به توقف یا هم غیر نرمال شدن رشدش میشه و سوی بعضی مواد مثل پرولاکتین افزایش میده، تولید بعضی مواد استخوان‌ساز مثل استیوکالسین کاهش میده و رشد حجرات استخوان‌ساز متوقف یا هم کاهش میده. دکتران این بخش میگویند استعمال دوامدار مواد مخدر همچنان سبب پوکی استخوان شده و فرد معتاد را در برابر حوادث بیشتر آسیب پذیر میسازد. به صورت دراز مدت گفتم اثر اولش این است که اینا استیوپروز یا پوکی استخوان دچار میشن. پوکی استخوان به این مفهوم که او تراکم عظمی که یک فرد نرمال داره در این فرد وجود نداره، از خاطر با یک ضربات خفیف یا با افتادن از یک ارتفاع خیلی اندک فرد دچار شکستگی میشه. به باور دکتران معتادان با تغذیه سالم و استفاده از غذاهای دارای کلسیم، داشتن برنامه منظم ورزشی، مراجعه به دکتر و ترک مواد مخدر می توانند از پوکی استخوان جلوگیری کنند. اولین راه درمان پوکی استخوان وقایه است. دومین ورزش و تغذیه سالم باید داده شوند. بعد شخص بیمار به دکتر مراجعه داده شود. همچنان در مورد ضرر مواد مخدر باید برای مردم آگاهی داده شوند. متخصصان برای رهایی جامعه از آفت اعتیاد و افزایش آگاهی دهی مردم از پیامدها و بیماری‌های برخاسته از استعمال مواد مخدر تاکید می‌ورزند. جواد درویش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، بلخ.
قدر منو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو د خبرونه په پایل کې واوریدل د اکتوبر 10 نیټه د لید د نړیوال ورځ سره هم سمون خوري. دا نړیوال ورځ معمولا د یو ځانګړي پیغام سره راځي او د لید د نړیوال ورځ پیغام دا دی چې په ځانګړي توګه باید د ماشومانو او د تنکیو ځوانانو د سترګو سلامتۍ ته پاملرنه زیاده شی. بله بله شایسته جان، در این روز تلاش میشه که ما درس های سالم را بتانیم بر فرزندان ما بتیم تا اونا به گونه بهتره از چشمان خود بر آینده حفاظت بکنن و اهمیت بینایی را درک بکنن. خ خبره ده د دې اونۍ په خبرونه کې مونږه د ډاکټر صاحب احمد ضیا ظاهر سره خبرې کړې دي. هغه زموږ په خبرونه کې میلمه شوی، مهرباني کړې ده او په سر کې به په دې ترې وپوښتو چې دا ځل په نړیواله توګه ولې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د سترګو سلامتۍ ته دومره ټینګار کیږي. نن سبا د ماشومانو پاړه تر ټولو مهمه ستونزه په ځانګړي ډول د لید پاړه سکرین ټایم، یعنی د موبایل، ټابلیټ یا آیپیډ کارول دي. دا ښکاره سوی چې د نږدې لید ناروغي په لوړه کچه زیاته سوی. د سکرین ستونزه دا ده چې کله کله دومره متوجه کیږي لکه په یو ډول روبوټ چې بدل سي. کله چې تاسو سترګې ونه رپوئ دلته ده چې ډیر کله پر سترګو فشار راځي او ستړي کیږي. او د سترګو یا د سترګو د ستړیا لویه ستونزه دا ده چې سترګې خپله د لید مناسب محرک نه لري او په یو ډول یې د ودی مخه نیول کیږي. نو دا مهمه ده چې ماشومان په هرو شلو دقیقو کې له سکرین څخه دمه واخلي. ممنون دکتر صاحب، ما هم سلام خدمتتان تقدیم میکنم، ممنون وقتتان. فکر میکنین کدام عوامل در شرایط کنونی میتونه که بینایی افراد به ویژه کودکان متضرر بسازه؟ استفاده تلفن های همراه و یا آیپد ها توسط کودکان منجر به تمرکز بسیار بلند آنها به صفحات این ابزار می شوند. این تحقیق معروف در سنگاپور درباره قرار گرفتن چشم در معرض نور طبیعی صورت گرفته است. به خاطر که کودکان با استفاده از تلفن های همراه، کامپیوترها و یا هم آیپد به نحو احساس وابستگی پیدا کردن و همگیری کووید نیز نتونست به این کمک کند. به نوع فشار چشم، خستگی خطوط چشم را بیشتر می کند و در نتیجه مطالعات متعدد وجود دارد که نشان می دهد به دلیل کمبود نور خورشید یا نور فضای باز اساساً این کودکان بیشتر و بیشتر نزدیک بین شدند. از جانب دیگر 15 یا 20 سال آینده این کودکان بسیار جالب خواهد بود، چرا که نسل امروزی بیشتر اوقات خود را در برابر صفحات کامپیوتر و موبایل سپری می‌کنند. دکتر صاحب ډیر زیاته مننه کوم. که بیا هم له تاسو نه معلومات غواړو چې د لید په برخه کې لوی داسې ستونزې څه دي چې خلک زیاتره ورسره مخامخ دي؟ د مخنیوي وړ ړوندوالي مهم لامل ډیابیتیک ریټینوپتی یا د ډیابیت له امله د سترګو د شبکې تخریب دی، په ځانګړي ډول په هغه ناروغانو کې چې خپل د وینې شکر په سم ډول نه کنټرولوي. که څه هم د خلکو لید شوی خو په یوه کوچنی بدلون یا یوازې په عمومي ډول د وینې شکر کولای سي چې په لید کې بدلون راولي. خو زه په فکر کوم دا د هر هغه چا لپاره ضرور ده چې شکر لري. که څه هم شکر یې کنټرول وي، دا مهمه ده چې خپل لید معاینه کړي. ممنون دکتر صاحب. یک موضوعی که همیشه روی از او بحث شده، ما در این برنامه هم بحث های داشتیم، او ارتباط مواد مخدر با بینایی است. بین که از این فرصت از دکتر صاحب پرسان بکنیم که استعمال مواد مخدر چقدر زیاد میتونه که بالای خود بینایی تاثیر گذار باشه، حالا اونا چی نوجوانان باشن، چی زنان باشن، چی کهنسالان باشن؟ اساساً مواد مخدر غیر قانونی بیشترین تاثیرات سر بر بینایی دارد، به ویژه که کودکان به نحوی در حالت رشد قرار دارند.
و هر نوع تاثیرات محرکی خواه تاثیرات بر سیستم سیمپاتیک باشد یا هم بر سیستم پاراسیمپاتیک، کودکان از آن متاثر می شوند و در آینده می توانند با مشکلات بینایی و شبکیه چشم مواجه شوند. بنابراین تاثیرات اصلی ناشی از مواد مخدر بر کودکان، حتی الکل، به گونه ویژه می تواند بر بینایی کودکان تاثیر مخرب داشته باشد. ورنوکفیس سندروم ناشی از نوشیدن الکل می تواند به مشکلات عصبی و بینایی منجر شود که بیشتر نزد افراد دیده می شود که مدت زمان طولانی الکل می نوشند. واضح است که استفاده از مخدرات جانبی مثل کوکائین، متانفتامین ها می تواند باعث ایجاد واکنش های سیمپاتیک یا غیر ارادی شود که به نوع بینقباز مردم که چشم و مشکلات عمومی شبکه چشم را باعث شده می تواند. می خواهم بگم که تمام این ادویه مخدره و حتی دواهای مثل مروانه می تواند باعث افزایش فشار چشم شود. یک نظریه عمومی وجود دارد که میگویند استفاده از مروانه به تداوی گلایکوما کمک میکند، اما راههای دیگری نیز وجود دارد تا خطرات احتمالی گلایکوما را بدون استفاده از مروانه کاهش دهد. لذا این تئوری اکنون با آن قدرتی که در گذشته مورد استفاده قرار داشت ندارد. دیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب له تاسو نه احمد ضیا ظاهر صاحب کور ودان او بریالي اوسئ. وختتون بخیر. د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خبرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ. قدر منو لیدونکو، په افغانستان کې د زړه د سوری د ناروغۍ اخته دیار لزره ماشومان اوس د درملنې په تمه دي. متخصصین وایي چې دا یو مرزاتی ستونزه ده او دا اړینه ده چې کورنۍ او میندې پلرونه کله چې ګوري ماشومان یې د زیږون په وخت نوکان او شونډې شنې دي او کم زورتیا نښې نښانې په کې لیدل کیږي او ساتنګي لري، نو دوی د ژر تر ژره دغه ماشومان روغتون ته ورورسوي. په دې تړاو د پژواک خبری آژانس یو مهم رپورټ زموږ همکار احسان اریوبزی چمتو کړی دی. په افغانستان کې د زړه سوری په ناروغیو اخته کوچنیانو شمیر ډیر شوی. ډاکټران په دې باور دي چې له وخته مخکې زیږون د مور او پلار د وینې ګروپ ورته والی، په زیات عمر کې د مور حمل اخیستل، د امیندوارۍ پر مهال د نشهیي توکو کارول او په خپل سر د درملو خوړل د ماشومانو په زړه کې د سوری د پیدا کېدو لامل ګرځي. دا د جوړښت یو نیمګړتیا او کله چې یو جوړښتي موضوع مطرح کیږي په هغې حالت کې تړی رضایا درملنه د جرایي مخ کیږي. او اصلي درملنه د زړه د ولادي ناروغي چې دا جرایي ده، ولی په بعضي موضوعاتو کې کچې ته مشکل ستونزې ډیره کم وي، په هغه کې وخت ورکول کیږي ماشومان ته او کومکي دواګانې ورکول کیږي. هغه سوري چې کومي هغه په مرور د زمان سره د وخت په ډیرو سره خپل حق کیږي. په اوس کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سوري زړه درملنه ناشونې ده. کورنۍ اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې په موخه کابل ته ولیږدوي. د شبرخان کې را نشان دادیم، ډاکټره دو سه ډاکټر اول خو گفتن خونش میکروبی شده ایره، بعدا بسیار ډاکټرای دیگه هم خوب که نشد باز دیگه هم ډاکټر مراجعه کردیم، دیگه ډاکټر مراجعه کردیم، باز دیگه معاینه شکل قلب شک معاینه کرد، باز گفتن که نه سوراخ قلب است، از این خاطر یک کم تکلیف داره، از این خاطر هم روش بسیار نکرده که نظر به دیگه طفلکو د مزار شریف هم آوردیم، همین نظریه را داشتن. بعد از او باز ما بسیار مطمئن شویم، گفتم در شبخانه فرانسوی آوردیم که مطمئن شویم که آیا این گپ درست است یا نه. د افغانی سری میاشت ټولنه وایي چې د ماشومانو او میندو لپاره د فرانسې طبي انسټیټیوټ ته هر میاشت شاوخوا 50 د زړه په سوری اخته ماشومان د عملیات لپاره ورمعرفي کوي، او دغه روختون په میاشت کې د سلو عملیاتو د ترسره کولو ظرفیت لري. افغاني سره میاشت هر کال تقریبا لزرو تر 1500 پورې ماشومان تداوی کوي. همدارنګه سږ کال د سوراخ قلب ماشومان تقریبا
تر دې مهاله پورې 999 ماشومان تداوی شوي دي او د صحت په جامو کې خپل کورونه تللي. د زړه جراحي متخصصین وایي چې اوږدمهاله ټوخی، سالندي، ناسالمه وده، د ماشومانو ناارامي، تبه او خولې، بې اشتهایی، ناسمه تغذیه، د نوکانو او شونډو شینوالی، د خېټې پړسوب، د سوري زړه ناروغۍ نښې نښانې دي. شما بیننده برنامه بولی سیناستاد امریکا هستین. شفاخانه ولایتی ولایت بدخشان از افزایش کودکان مبتلا به سوی تغذیه در این ولایت خبر میتن. برنامه جهانی غذا در این اواخر گفته که پس از توقف کمک‌های غذایی به افراد نیازمند، سویه ابتلای مادران و کودکان به سوی تغذیه در مراکز صحی افغانستان دو برابر شده است. توجه کنین به گزارشی که همکارم از ولایت بدخشان فرستاده است. اینجا بخش تداوی کودکان مبتلا به مریضی سوی تغذیه در شفاخانه ولایتی بدخشان است. مادرانی که کودکان خود را جهت تداوی به این شفاخانه آورده، مشکلات اقتصادی را دلیل ابتلای کودکانشان به سوی تغذیه می دانند. مشکلات کم به سوی تغذیه مریض است، همینجا بستر سم یک روز می شه. دلیلش نبود مریض است دیگه، اقتصاد خانه ضعیف، دیگه چیزای غذاهای قوی نمی تونیم که پرداخت کنیم. تفلک ما قوی شود در اینده یک رشد کنه، بعد می شود و مشکلات تغذی دچار می شود. مسئولان شفاخانه ولایتی بدخشان می گویند آمار کودکان مبتلا به این بیماری در 5 ماهی گذشته در این ولایت افزایش یافته است. در جمله 2696 پایین‌تر از 5 سال ما داخل بسر داشتیم که از جمله 1365 مریضی ما مصابه سوی تغذی بود که از این جمعه 365 مریض 26 مریض ما فوت کرده، دیگه از این با حالت شفایا مرخص شده. دکتران میگویند کودکان زیر سنی 5 سال بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. اطلاع رسانه آگاهی دهی شود که خانواده ها بدانند که وقفه بین ولادت ها اهمیت دارند، شیر مادر اهمیت اساسی دارند و امراض زود باید تداوی شود. طفل هر بار مایانات شود، در کلینک برده شود، از متخصصین اطفال ارزیابی شود. این موارد است و دو غذا هست که باید غذا متنوع باشند. دکتران همچنان اسهال، سینه و بغل، گلودرد شدید، عدم رشدی جسمی و کندی ذهنی کودک را از علایم بیماری سوی تغذیه می دانند. ناجیه سروش، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، بدخشان. قدرمن لیدونکو، ملګری ملتونه وایي چې په تانزانیا کې ځوان نجونې چې سنونه یې د 15 تر 19 پورې رسیږي، د هرو څلورو نجونو نه یوه یې یا میندواره ده او یا یې هم ماشوم زیږولی دی. د تانزانیا حکومت لا د وخته هغه مقررات له منځه وړي دي چې له مخې به یې ځوان نجونې دې ته مجبوري دی چې ښوونځي پرېږدي. د تانزانیا نه جوډي ماري په دې اړه یو رپورټ برابر کړی دی چې پښتو ژباړه یې تاسو ته وړاندې کوو. کله چې نیما کې سیما کې سیلی په 15 کلنۍ کې امیدواره شوه، د هغې نه مور پلار او نور خپلوان ناراضه شول، خو له دې ډول ننګونو سره سره هغه په یوه خصوصي ښوونځي کې سبق وایي چې د حکومت په مرسته د ځوانو میاندو سره په زده کړو کې مرسته کوي. کې سیما کې سیلی وایي چې ټولګي ته د تللو په وخت کې څوک نشته چې د یوې کلنۍ لور سرپرستي وکړي، ځکه نو ماشوم هم ځان سره ښوونځي ته بیایي. مین ناسومه نن مټوټو کله چې زه په ټولګي کې یم نو زه باید به هر ته ولاړ شم او خپل ماشومان وګورم چې هغه څه شی خوري او کنه، هغه خوندې دي او کنه. نو کله چې زه بهر یم زما ملګری په ټولګي کې زده کړې کوي. په دودوما کې د لومړنۍ ښوونځي مدیره استر مانیندا وایي چې په تنزانیا کې ځینې غیر دولتي او مذهبي موسسې د ماشومانو د ساتنې خدمتونه وړاندې کوي، خو دا اکثر د ځوانو میاندو اړتیاو پوره کولو لپاره کافي نه دي. د ماشومانو پاملرنه اکثر د ځوانو میاندو کورنۍ یا سرپرستانو ته پرېښودل کیږي. د حق الزمی په بدل کې د ماشومانو د ساتنې ډیر مرکزونه شته دي، خو موږ هیله لرو چې حکومت په هر سیمه کې د دغه ډول مرکزونو د خاوندانو څخه وغواړي چې ماشومان ومني او په خپلو مرکزونو کې لوی کړي. مون پوهیږو چې زموږ د نجونو لپاره د امیدوارۍ د ستونزې په ګډون موږ نیمګړتیا لرو. د لیلیې جوړول به مرسته وکړي چې ډاډ ترلاسه کړو چې موږ د دوی ساتنه کوو.
مونږ به دې ستراتیژۍ ته دوام ورکړو. خو په داسې قضیو کې بدنامي تر اوسه یوه ستونزه ده. د مبواکې ټولمسۍ انیزا په 2022 کال کې په 15 کلنۍ کې امیندواره شوه، که څه هم هغې غوښتل چې د زیږون وروسته ښوونځي ته لاړه شي، خو دا ممکنه نه وه. ما ونه شوای کړای چې هغه د ښوونځي ته بوزم. هغه ښوونځی چې مونږ یې لرو په هغې کې بدنامي یوه لویه ستونزه ده. خلک په دې باور وو چې هغه به ونه شي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، که څه هم هغې ویل چې بیرته ښوونځي ته چمتو ده. انزا یوازې نه ده، ډېرې ځوانې میندې چې غواړي بیرته ښوونځي ته لاړ شي د بېوزلۍ، ټولنیز انزوا او د ماشوم پاملرنې نشتوالي په څیر خنډونو سره مخ دي. نیما هیله لري چې یوه ورځ به امیندواري د دې سبب نه شي چې د ځوانو نجونو د زده کړو مخه ونیسي. ګران لیدونکو، د امیندوارۍ موده د مور او ماشوم دواړو دپاره ارزښتناکه ګڼل کیږي. اول، دویم او دریم ټرایمستر چې ځان ته ځانګړې اړتیاوې هم لري. په دې کې زموږ همکارې مینا سادات د یوې متخصصې ډاکټرې سره خبرې کړې دي، البته د دریو لومړیو میاشتو د دورې په اړه چې حساسیتونه یې څه دي او همدارنګه اهمیت او ارزښت یې څه دی. نو ډاکټر صاحب، لومړی به د دې ځای نه شروع کړو چې دا القاء څه ده او چیرته صورت نیسي، او لومړی د ماشوم کم غړي یا ارګانونه جوړیږي. د نارینه اگیت اسپرم وای او د ښځینه اگیت اووم وای. په ښځو کې په میاشت کې یو کرت دا تخمه پخه کیږي، یعنی په هره میاشت کې یو تخمه پخه کیږي، اما نارینه همیشه تخمه آماده اوسي، مشکل نشته دوی ته. کله چې د مینسس یا عادت ماور واقع کیږي، په څوارلسم د عادت ماور کې د ښځې هګۍ پخېدو ته رسیږي. کله چې دا پخېږي د خپل پوخ نه وځي، پس د هغې نفرونه چې موږ ورته نلکې وایو دا تخمه اخلي، او دا د نفیر په آخرنۍ برخه ته چې هلته موږ ورته یو ځای ده چې لږ د نورو برخو ده نفرونو نه لږغټه ده چې موږ ورته امپولا وایو، دې ځای کې ده توقف کوي. او اسپرم کله چې راځي اکثرا پس له څوارلسم ورځ د مریضي یا څوارلسم د مریضي، دا څوارلسم د مریضي هغو ښځو ته چې د هغوی سکل منظم اوسي، یعنې 28 ورځې نه اوسي، په څوارلسم کې دا هګۍ پخه کیږي او اسپرم په مینو اسپرم دې خواته راځي، یعنې د ښځې یو هګۍ اوسي، او نارینه هم کیدای شي چې میلیون میلیون هګۍ دې یو تخمه خواته راشي او دا تخمه القا کوي. په دغه میلیونو تخمه کې یو اسپرم کولی شي چې په دغه اووم کې دننه شي، کله چې داخل شو نور اسپرم نشي کولی چې په دې کې دننه شي. نو دې وخت کله چې دوه اسپرم اووم سره یو ځای کیږي، په تیرو کم وختو کې دا زیاتیږي، دا اجرت دا اجرت دومره زیاتیږي چې لکه یو کتله غوندې جوړیږي. دا ورو ورو بیرته د رحم خواته ځي، د بچه دانی خواته ځي، او پس له دې چې دوی القا کیږي، یعنی څلورو پس والسم کې القا شو، ګمان کو پس والس نولسم یا شلم د عادت ماور، دوی زن دغه تخمې القا شده زن شیر ته رسوي، رحم ته رسوي. کله چې دلته ورسېده او دا تخمه د رحم په پوخ کې دننه قرار کیږي، باید کوم احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي؟ نو ښه خبره دا ده، کله چې مور غواړي چې یو خوندي ماشوم ولري او صحت یې ښه اوسي، کله چې دوی پوهېږي چې حامل نیسي، نو خپل ډاکټر سره مشوره وکړي. اول باید یو وزیت د ډاکټر ولري، ډاکټر مطمئن شي چې دا ده حامل شته، او په اولټراساون یا خلک تلویزیونی معاینه ورته وایي، باید پوه شي چې ماشوم په خپل ځای اوسي، یعنی ماشوم د رحم په دننه کې اوسي. باید هر دوایي چې خوري د ډاکټر د مشورې لاندې، او ډاکټر باید ورته توصیه وکړي کوم دوایي ته ضرورت لري چې دوی باید وخوري. بل خبره دا ده چې دې درو میاشتو کې باید داسې غذا یا داسې خوراک دوی باید ونه کړي چې هغه پکې ډېر سنتیتیک مواد اوسي، یعنی طبیعي نه اوسي، لکه کنسر غوندې، لکه جوس او نور شیان چې جوړیږي او پکیج کیږي او
په بازار کې خرڅیږي او بل دوی باید د سې کارونه ونه کی چې دوی د توان نه زیات وسی او خپل کور کول کار کول شي چې کی لوشي میځ شي خپل پخلی کوي شي ماشومان ته رسیدل شي ولی د سې کارونه چې ډېر ملا باندې فشار راوړي د کارونه باید ونه کی او بل خبره ځینې خلک وایي چې باید دوی خپل خاوند سره نږدې توب ونه لري دا دومره یعنی دومره پدی باندې د تحقیقات شوی دومره ثابت شوی نه ده چې دا نقصان کوي. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه، داسې ویل کېږي چې په لومړۍ درې میاشتو کې د حمل د جنسي اړیکو ټینګول یا نږدېوالی د سخت لامل کېږي. آیا په رښتیا هم دا د سخت لامل کېږي او کنه؟ او که د جنسي اړیکو ټینګول په لومړۍ درې میاشتو کې جواز لري، نو کوم احتیاطي تدابیر باید ونیول شي؟ اول خو خبره دا ده چې موږ باید دوی کټګوري کړو چې کوم مایندې خطر کې دوی خطر د حمل پکې زیات شته او دوی کوم مایندې پکې خطر دومره نشته. موږ دا کټګوري چې کوم کسان خطر په دوی کې زیات شته هغه مایندې ده چې مخکې له مخکې مقاله چې تاریخچه د دولتي چې ماشومان ځای کېدل یا مایندې ورته علائم د سخت پیښ شوې ده لکه مایندې کې خونریزي پیدا شوې یا درد لري یا مور دی ناتوان ده یا نور مشکلات لري ایدی ظرفیت ده ضعیف اوسی ده مایندی مونگ تا خودسی توسیه که او چی دوی باید خپل خوان نه پریز بسی یعنی دوی باید نجدی که دو نونه لری تل ادقل در ایمیش چی ترسو ماشوم دکه چی پتاق در ایمیش تک خطر ده سخت دوی که بیخی زیاد تا او بل کم مایندی چی دی که مدام مشکلات نلری عادی جوان لری خپل صحت منده په خو د تاریخچه دوی کې د نقصان یا د ماشوم د زایکی دو کوم تاریخچه نشته او نور مشکلات پکې نشته نو دوی مایند کوي چې خپل عادی ژوند ته ادامه ورکړي یعنی خپل خاوند سره یو زایکی دی شي او منته کم یعنی محدود شي یعنی ډیر زیات نه اوسي ښه خبره ده ځکه چې مایندی په دې حالت کې دوی ټول پام خپل ماشوم ته ده ځکه چې غواړي ماشوم ځای نشي نو کله کله چې خاوند ورسره نږدې کېږي دا مور یو قسم عذاب نیسي وایي چې خدای مکړه ما ماشوم خراب نه شي نو باید د دوی خاوند دې نقطې ته پام وکړي او د مور ته پام ولري او کېږي چې دوی سره یو ځای شي متو لیک په احتیاط سره. و ای هم آخرین گزارش از این برنامه. بینندگان عزیز، شماری از دکتران در ولایت کابل میگن که وید افرادی که تداوی میشن و از اعتیاد رهایی پیدا میکنن باید با اونا رفتار مناسب و درستی انجام میشود. به خاطر از اینکه اگر رفتار نامناسب با اینا صورت بگیره باعث میشه که یک بار دیگر اینا به مواد مخدر مبتلا شون. با این حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته به خاطر جلوگیری از اعتیاد و یا مصاب شدن دوباره افراد تداوی شده دو مرکز حمایتی را اینا ایجاد کردن. توجه کنین به این گزارشی که همکارم از کابل فرستاده است. برگشت افراد تداوی شده به اعتیاد پیوسته یکی از نگرانی های جدی میان معتادان تحت درمان، افراد جامعه و حتی مسئولان بوده است. شماری از دکتران در شهر کابل میگویند برخورد با افرادی که استعمال مواد مخدر را ترک کرده باید سنجیده شده و مناسب باشد. اگر ما یک فرد معتاد تداوی کنیم، به طور مثال میگیم به دو ماه اگر بستر کنیم بعد از او که خارج شود و ما به نامهای درست برای ازی رسپکت نکنیم، احترام نکنیم، یک کسی در جنگ و دعوا یا در مزاق برای ازو یک نام درست نگیره که برو تو یک شخص معتاد استی یا یک نام خراب دیگه برش بگیره، دیگه ای آدم پس دوباره رنج میبینه، دلش مشکنه، دوباره پس چی میکنه؟ مراجعه میکنه با کسایی که قبلا نمرهشان همپره بود یا هم دیوال بود. برخی باشندگان پایتخت میگویند اگر برای افراد بهبود یافته از اعتیاد فرصت‌های کاری فراهم شود، از برگشت آنان به استعمال مواد مخدر جلوگیری میشود. از هموطنان خود خواهش داریم که اونا حال جور شدن، مثل یک سالم جور امرهشان رویه کنند. اگر مردم برایشان کار بده که اونا مصروف کار خود شوند و خود و فامیل خود خدمت کنند، دیگه دوباره به کارهای سابق برگشت نمی کنند، بالایشان اعتماد شود، جوانان وطن هستند، باید مردم جامعه اجازه بدن که اونا دوباره پیشرفت کنند. با این حال مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گویند به منظور جلوگیری از برگشت این افراد به اعتیاد،
دو مرکز حمایوی را ایجاد کرده اند. البته دی فالو اپ مرحله لپاره چې دا موږ حمایوي مراکز په مرکز کابل کې په لومړي ځل باندې په کابل کې ورته 1523 کمپلیکس جوړ شو، همداسې په کندهار کې ورته جوړ شو. یدې موخه همداره چې موږ دی فالو اپ مرحله هم غختلی کو، تر څو موږ وکولو شو بیرته دوی د احتیاط څخه مخنیوي وکړو. گفتنی است که به تعداد 500 معتاد تحت درمان در مرکز حمایوی آغوش مصروف آموزش حرفه های بددوزی، بگدوزی، خیاطی و ترمیم وسایل برقی هن. او په همدې سره زمونږ د بوالی سینا اونیزه خبرونه، ځانګړې خبرونه چه